دلخوشی برای رونق صنعتی که تلاش می‌شد درآمدزاییش دوچندان شود، با شیوع ویروسی کوچک به نام کرونا به باد رفت. رفت و آمد بین کشورها محدود و گاه ممنوع شد و همه‌گیری بیماری واگیردار سفر بسیاری از گردشگران را تعطیل و دنیا را بحران زده کرد. شیوع کرونا بخش زیادی از شغل‌های مختلف را تعطیل و افراد زیادی را بیکار کرد. فعالان حوزه گردشگری از این قاعده مستثنا نبودند و آسیب زیادی دیدند. به حدی که برخی از فعالان این حوزه کسب و کار خود را تعطیل کردند و بسیاری دیگر هم ناچار به تعدیل نیرو شدند. حالا در یک سالگی کرونا پای درد دل چند نفر از فعالان گردشگری نشستیم تا درباره آسیب‌ها و مشکلاتی که در این یک سال تجربه کردند بیشتر بدانیم. ما از سال 92 در واقع کار رو شروع کردیم. 93 سایت علی بابا آماده استفاده شد و به صورت لانچ شد. تا سال 98 که در واقع شروع موضوع کرونا بود، پرسنل شرکت رسیده بود به 730-740 نفر. ببین در مجموع پرسنل ما یک متاسفانه تعدیل داشتیم با ورود به فضای کرونا. 182 نفر از همکارانمون رو متاسفانه باشون خداحافظی کردیم. بعد از اون هم به مرور شاید مثلا 40-50 نفر دیگه از همکارا تو ماهای بعدش از ما جدا شدن، به علت اینکه یه سری از کارا به صورت کامل متوقف شده بود. شرکت گردشگری حداقل یکی از مهمترین دوره‌هایی که درآمد جدی دارن آخر سال بهمن و اسفنده که این دقیقا همون موقع اتفاق افتاد. بنابراین هم ما درآمد از دست دادیم، هم مجبور شدیم که فروش‌های سابق رو استرداد کنیم که باز درآمد اونها هم از دست می‌رفت. در مجموع 110 میلیارد تومان فکر می‌کنم عددی بودش که استرداد شد به مردم تو این دوران. تپرشیا فعالیت خودش رو به صورت استارتاپی از سال 96 شروع کرد. سال 97 فعالیت جدی خودش رو شروع کرد. تیم در واقع اولیه یه تیم سه نفره‌ای بود که کوفاندرهای تیم هستن و سال 97 بود که تیم ما تبدیل شد به یه تیم 6-7 نفره و سال 98 اوج فعالیت ما یک تیم 15 نفره شد. عملا با شیوع کرونا به خاطر اینکه فعالیت تپرشیا در حوزه گردشگری خارجی بود و ورود گردشگران خارجی به ایران، عملا عدم صدور ویزا و بسته شدن مرزهای ایران باعث شد که درآمدهای تپرشیا صفر بشه و خب این چالش بزرگی بود که ما برای ادامه حیات فعالیت خودمون درآمدی رو نداشتیم و باید برای ادامه کارمون می اومدیم و یک تغییر استراتژی میدادیم که خب این تغییر استراتژی مستلزم هزینه و زمان هم بود، اما خب برای ادامه کارمون باید این کارو انجام میدادیم. سلام، خسته نباشی، خوبی، چطوری؟ من خیلی خوبم. نامم لی است. من ایرلندیم. ببخشید فارسی بلد نیستم. I started traveling on my own for the first time in 2018. I did Asia and that was really fun. And then in 2019 I went to Iran for 3 months and I loved my time there. سه سالیه توی حوزه گردشگری عشایر فعالم. قبلترش کار توسعه روستایی میکردم 3 سالی رو باز و یکی دو سالم روزنامه نگار بودم. ما یه سفر رفته بودیم همراه عشایر کوچ کنیم. عصرا که بیکار میشدیم سر این موضوع هم فکری میکردیم که ما چه کار میتونیم بکنیم که این عشایریه کمتر از بین بره، سرعت از بین رفتنش کمتر بشه. با یه نفر شروع کردیم، بعد از 4-5 ماه یکی یکی آدم ها اضاف شدن و قبل کرونا رسیدیم به 10 نفر. دوباره تعداد بعد کرونا یه افت شدید یهویی کرد. ما خب یه کسب و کاری بودیم که 2-3 سال کار سعی کرده بودیم که تور کوچ همراه با عشایر تبدیل بشه به مقصدی که گردشگرهای ماجراجوی بین المللی طالب این باشن. یه جورایی ورشکست شدیم با کنسل شدن کل تورهای بهارمون. ما هم روی لاین فروش محصولات همون خانواده‌های عشایر شروع کردیم کار کردن. ما خیلی از مقاصد جذاب داریم تو ایران که بهترین کاری که میشه کرد روش تولید محتوا. سرمایه گذاری جدی که انجام شده اینه که رفتیم روی تولید محتوا.
دقیقا دوران قبل از کرونا ما در واقع تیم 15 نفره رو داشتیم. از ابتدای در واقع شروع دوران کرونا ما باید تصمیم میگرفتیم که در واقع بخشهایی از تیممون که دیگه فعالیتی نداشت و به خصوص در بخش آپریشن بود رو سوق میدادیم به بخشهای دیگه که بیشتر حوزه تولید محتوا بود. COVID-19 in Ireland is not a great situation. We've had the longest lockdown in Europe. In fact, we're locked down right now, not allowed to go more than 5 kilometers away from the home unless you're an essential worker. So you need people who want to create content, etc. There's very limited amount of that happening right now, at least here. So you need people to be working in their normal positions, first of all. Just no getting that car moving. We spent an hour and a half at it. Maybe we'll hitch a ride on the way, but I don't mind walking. It's beautiful around here. ما اوایل کرونا فکر میکنم اردیبهشت یا خرداد بود که تسهیلاتی که شما فرمودین رو دریافت کردیم که با توجه به تعداد پرسنل هم پرداخت میشد. بعدن یک فاز دومی رو هم اعلام کردن که تسهیلات بنگاه محور گفتن میدیم. روی همون سامانه‌ای که اون تسهیلات قبلی رو داده بودن و همونجا ما رفتیم، یعنی خودشون اعلام کردن ولی ما هرچی رفتیم اقدام کردیم اینا، اون خیلی به نتیجه نرسید. وزارت میراث از ابتدای شروع کرونا شروع کرد تسهیلاتی رو به دو قشر توی حوزه گردشگری شروع کرد ارائه دادن. یکی در واقع حوزه راهنمایان گردشگری بود که خب تا جایی که من میدونم بعضی از راهنمایان گردشگری که با ما کار میکردن این رو دریافت کردن، اما خب باید بپذیریم که این در قالب یک سری تسهیلات وامی بود که باید بازپرداخت بشه و عملاً واقعا همچنان سخته برای یک کسی که هیچ درآمدی نداره بخواد اینها رو بازپرداخت بده. مجموعه های آژانس های گردشگری هم باید شروع میکردن در واقع در سامانه های وزارت کار اقدام کردن که طی یک مسیری به این تسهیلات برسن. متاسفانه به خاطر بروکراسی های اداری خیلی از در واقع مجموعه گردشگری نمیتونستن در کوتاه مدت این وام ها و تسهیلات گردشگری رو بگیرن و خب میگم بازپرداخت اینها بازپرداخت راحتی نیست، یعنی باید بپذیریم که شاید سال آینده هم گردشگری اونقدر رونق نمیگیره و این تسهیلات اگر قرار بشه بازپرداخت داشته باشه به علت تنفس کوتاهش همچنان یک بار سنگینی هست بر دوش فعالین گردشگری. مثلا از جنس وام، مثلا اون اوایل کرونا خیلی مطرح میشد وام داده بشه به شرکت ها. خب شرایط ما اینجوری نیست که بتونیم وامی رو تضمین بکنیم و از اون ور اگه اتفاقی افتاد و شکست شدیم بتونیم وام رو پس بدیم. توی گردشگری داخلی شاید به نصف حجم قبل رسیدیم یا مثلا نهایتا 60%، مثلا یه چی توی این 50-60% یه همچی عددی. گردشگری خارجی همچنان زیر 20%. با توجه به این شرایط من سوال ایجاد میشه که خب یه همچین بنگاه‌هایی چطوری میتونن در واقع سود تولید بکنن که بیان مثلا اون وامی که گرفتن رو پس بدن، تازه سودش هم بدن. همه کشورها، من هر در واقع هر مدل اقتصادی که بگین، چه اقتصادایی که خیلی در واقع مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه‌داری هستن مثل خود آمریکا، مثل کره جنوبی، تا کشورهایی که یه مقداری به اصطلاح سوسیالیستی ترن و دخالت دولت توشون بیشتره، مثلا کشورهای اسکاندیناوی و اینا همه اومدن و در واقع یک مبالغ جدی رو تزریق کردن به صنایعی که از این موضوع آسیب دیدن. این به هر حال من فکر میکنم که جا داره تو ایران هم اتفاقا بیفته. We are in a lucky position that the government will give money to people who are out of work, but at the same time it's pretty difficult on mental health and people are struggling because this is hell at the moment. Life is out the window. واقعا باید به فال نیک بگیریم، چون دوران گردشگری در کرونا به شکلی بود که همه آسیب دیدن، نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه، و گردشگری به نقطه صفر رسید و الان ما حداقل میتونیم با شروع دوران گردشگری پس از کرونا پا به پای کشورهای دیگه
بتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم و حداقل گردشگری ایران رو رونق ببخشیم. باید بپذیریم که گردشگری طی چند سال آینده به اون دوران اوج خودش بر نمی‌گرده و خیلی از سفرها احتمالاً به صورت داخلی و محلی انجام میشه و سفرهای برون‌مرزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع جلوگیری از سرایت بیماری در طول سفر و در حین سفر خب یکی از چالش‌های جدی بود، هنوز هم داره روش کار میشه، هر روز یه کار جدیدی انجام میشه. ما ادامه میدیم کارمونو تا فکر نمی‌کنم خیلی کرونا یا غیر کرونا بتونه جلومونو بگیره. I think the only help right now is just to get the vaccine rolled out, get everyone vaccinated and let things return to normal, because that seems to be the only solution, at least in this part of the world. Again, the biggest challenge for the tourism industry is people being allowed travel in the first place, and then there's a lot of countries that require a mandatory quarantine, and then, you know, businesses aren't open, restaurants are closed, activities are closed. So at the moment there just is no tourism industry, so in order for that to all come back, things need to open up and life has to return to normal, but I would hope to return to doing more video stuff in the future, and of course returning to Iran. I love Iran. It's on the top of my list of places to return to after all this is over. خیلی از مردم خب ممکنه کل سال 99 حداقل به سبک سالهای قبلشون سفر نرفتن. خب این فعالین گردشگری باید همچنان ارتباطشون رو با مردم حفظ بکنن، برای اینکه اونا یادشون نره. خب آقا امسال سفر نرین، ولی مثلا ما رو یادتون باشه، مثلا سال دیگه حالا مثلا مسئله کرونا که هر شد دوباره با هم دیگه میتونیم بریم سفر. باید واقعا فعالین حوزه بپذیرن که تغییر استراتژی بدن، و اگر این اتفاق نیفته محکوم به فنا هستن و نمیتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن.